در ایران انتخابات ریاست جمهوری توسط اقلیت‌های قومی بنا به برخی ملاحظات به آنچه که تبعیض و محرومیت می‌نامند با حساسیت بیشتری دنبال می‌شود. در همین حال برخی فعالان حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی تاکید می‌کنند که نقض حقوق آنان به طوری سازمان یافته ادامه دارد و خواستار تحریم انتخابات شده بودند. در ارتباط با این موارد گفتگو می‌کنیم با رضا طالبی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق آذری زبان‌های ایران که از استانبول ترکیه با ما هستند. آقای طالبی، ارزیابی شما رو بدونیم از میزان مشارکت مردم در شهرهای آذری زبان و آیا به نظر شما مقایسه دیدگاه‌های آقایان رئیسی و روحانی باعث شد که اونها احتمالاً به پای صندوق‌های رأی بیان یا نه؟ ببینید، به نظر من نمیشه گفت که دیدگاه های آقای روحانی آقای رئیسی سبب شد که اقوام و قومیت ها چه در مناطق مقایسه اونها وارد عرصه انتخابات بشن و پرشورتر بشن. ببینید، در دولت قبلی که آقای روحانی بودن اقوام انتظاراتی رو داشتن که اینا هیچ کدوم برآورده نشد. یک امیدی در اقوام هست بین همون مسئله بد و بدتر که اگر آقای روحانی انتخاب بشه، با توجه به بیانیه شماره 3 آقای روحانی هم که در دولت قبلی داده بودن، که تغییرات ایجاد بشه. این تغییرات ایجاد نشد، ولی که یک تغییرات بسیار جزئی رو ما در بلوچستان، در خوزستان شاهد اون بودیم که از اقوام برای از اهل سنت، از اقوام برای مناسب دولتی استفاده کردن، که این هم در زمان آقای روحانی پذیرفت. به نسبت نمیتوان گفت که در دولت آقای روحانی نسبت به اقوام هیچ پیشرفتی انجام نشده، ولیکن باز هم آقای روحانی نسبت به دولت‌های قبل و حرکت‌های اصولگرا نسبت به اقوام دید خوبی داشته و سعی کرده است که امتیازهایی رو به اقوام بده، که حالا افتتاح فرهنگستان زبان ترکی هست، تدریس زبان کردی در استان کردستان، انتصاب فرماندار زن و بلوچ در استان سیستان و بلوچستان، سفیر اهل سنت. اینها رو میتوان اقدام‌های مثبت در دولت میانه روی آقای روحانی قلمداد کرد که به نظر من سبب شد که اندکی شور و شوق در اقوام ایجاد بشه. ولی اون شور و شوقی که حتما با آقای روحانی بدیم و تغییرات بزرگی رو ایجاد خواهد کرد، ما شاهد نبودیم، به ویژه در استانهای آذربایجان. و به نظر شما در دور دوم دولت آقای روحانی کدام یک از مطالبات اقوام رو باید در اولویت قرار بده؟ ببینید، متاسفانه دید امنیتی که در دولت جمهوری اسلامی به اقوام هست یک دید بسیار شدید و بسته است. شاید آقای روحانی تلاش کرد که این دید امنیتی، چون خود ایشون هم شخص امنیتی هستن، که این رو بشکنه، ولی که نتونست. اقوام سالهاست که در انتظار اجرای شدن بخشی از قانون اساسی این مملکت اصل 15 و 19 هستن. اقوام خواستار تجزیه طلبی، جدایی طلبی، اینجور چیزها نیستن. اقوام یک حق کوچکی به نام حق تدریس به زبان خودشون دارن، حق تساوی اقتصادی رو خواستار هستند، که به نظر من آقای روحانی با من که شاهد بودم در اردبیل و ارومیه حاضر شدم و شعارهایی در دفاع از آقای روحانی داده میشد با معیارهای قومیتی، این رو در مواضع خودشون به اجرا بگذارن و اهمیت بدن به این مسئله.